بفهم. دوستان عزیز، ما همجور که وعده کرده بودیم امشب آقای دورداری هم یه مطالبی راجع به نسبت حافظ و تصوف میخواستن لحاظ تاریخی در اختیار ما بگذارن. اگر بعد از فرمایشات ایشون مطلبی فرصتی بود که من بقیه غزلهایی که در نظر گرفته بودم میخونم، اگرم که نبود که میمونه برای هفته آینده. با سلام خدمت دوستان و تشکر از آقای راد که همچه فرصتهایی برای ما فراهم میکنه که در خدمتتون باشم. مطلبی که من انتخاب کردم حافظ و تصوف. دلیل این کار برای اینه که مدتها من با حافظ آشنایی داشتم و در خدمت بعضی از دوستانم که جلسات داشتیم میشستیم و خیلی از اشعار حافظ که میخوندم متوجه مفاهیم نمیشد. باعث شد که از دوستانی که خیلی خبره و وارد بودن بپرسم که چگونه به این نتایج میرسن. مثال خیلی خوبی برای من زد، گفت مثل اینی که شما اگر مدرسه دبستان نرفته باشین درسای دبیرستان رو متوجه نمیشین. گفتم منظور چیه؟ گفت که باید مفاهیم اولیه حافظ رو باید بدانیم بعد بتونیم شعرش رو بفهمیم. و حافظ اشعارش بسیارش عارفانه است، بنابراین ما باید اصطلاحات عارفانه را تا حدودی آشنا باشیم برای که بتونیم درکش را کنیم. مثل ریاضی دانیم، اگر چهار عمل اصلی رو ندونیم هر عمل ریاضی رو ما اصلا درک نمی کنیم. و همین جهت باعث شد که من یه مطالعاتی برای خودم در رابطه با تصوف انجام بدم و به نتایجی برسم که الان در خدمت دوستان هستیم که ما یه دفعه حافظ خوانی جداگانه داریم در خدمت دوستان. میفهمم، متوجه میشم که دوستان وقتی که راجع به حافظ عارف صحبت میکنن مطلب چی هست. به همین جهت این سرفصل رو انتخاب کردم برای کسانی که مثلا زیاد به مسائل عارفانه وارد نیستن میتونن یه استفاده بکنن. ولی قبل از اون آقای راد در جلسات مختلف در جلسات گذشته راجع به حافظ بسیار سخن گفتم، بنابراین من راجع به حافظ چیزی زیادی نمیگم و ندارم من بگم که بیشتر از اون چیزی شد. فقط یه اشاره میکنم، اون چه اطلاعاتی که ما راجع به حافظ داریم اطلاعات مستند نیست، اطلاعاتی نیست که در زمان حافظ تهیه شده باشه، اطلاعاتی است که سالها حتی بعضی مواقع قرنها بعد از حافظ تهیه شده. اطلاعاتی که الان در اختیار ما هست اطلاعاتی است که بر اساس تعبیر و تفسیر شعرهای حافظ ساخته شده. مثلا در خیلی جاها حافظ به این مراجعه میشه که حافظ در فقر زندگی میکرده، در حالی که وقتی اشعار و یا زندگی شده ما آشنا میشیم متوجه میشیم که زیاد صحت نداره. به چند دلیلی که خب لقب خواجه داره، خواجه به معمولا به آدمای متمول میگه. ضمناً همینطور حافظ درس خونده است، عالم هست. درس خوندن در قدیم مخصوص آدمای فقیر و بیچاره نبوده، مخصوص طبقه اعیان و اشراف و کسانی که متمول بودن. بنابراین خیلی از این اطلاعاتی که ما در حال حاضر در اختیار داریم با بعضی شواهد علمی یا تجسسی زیاد مطابقت نداره. الان میبینی این دیوان حافظ هزاران شعر توش هست، انواع و اقسام اشعار در زمینه‌های مختلف، ولی یک کسری داره. من میخوام راجع به این کسری در تاریخ صحبت کنم. این کسری شعر حافظ چی؟ در این دیوان به این قطوری شما حتی یک شعر راجع به ایران نمیبینی، اصلا اسم ایران در دیوان حافظ وجود نداره. چرا؟ نه تنها در دیوان حافظ وجود نداره بلکه در خیام هم وجود نداره. در سعدی فقط یک بیت یا دو بیت ما داریم که اونم راجع به ایران نیست، فقط یه مکالمه است با یک شخص
با پادشاه صحبت میکنه و ایران و تور. از اون گذشته میم مولوی با اون همه اشعار متعدد و فراوان که داره یک بیت فقط در مورد ایران داره و اون بیتش بسیار جالبه، یعنی نشان دهنده کل فلسفه مولوی هست. عدم دریاست و این عالم یکی کف، سلیمانیست و این خلقان چون موران، ز جوش بحر آید کف به هستی، دو پاره کف بود ایران و توران. تنها شعری که راجع به ایران مولوی صحبت میکنه این بیت است. ایران و توران رو به صورت کف میبینه، یعنی کل جهان برای مولوی در نیستی قرار داره و ایران و بقیه جهان از نظر مولوی اونقدرها ارزشی نداره. تفکر فلسفی مولوی و عارفانه مولوی است. خب سوال اینجاست که چرا ایران در اشعار حافظ، این شعرهای ملی ما، چهار تا شاعر معروف ما، حافظ، سعدی، مولوی، خیام، در مورد ایران چرا شعر ندارن؟ در مورد همه چی شعر دارن به استثنای ایران. علتش اینه که ایرانی وجود نداشته در دوران حافظ. بعد از حمله اعراب ایران از صفحه روزگار از نظر تاریخی محو شد. سرزمینی وجود داشته، جغرافیایی وجود داشته، ولی اون جغرافیای قبلی ایران دیگه نیست. از زمان خلفای بعد از خلفای اموی که عباسیان اومدن سرکار تا مادامی که حافظ زندگی میکرده ما 17 سلسله داریم در ایران حکومت کرد، ولی هیچ کدوم از اینا در ایران قبلی نیستن، در هر یک گوشه و کنار ایران وجود دارد. شاعران هم منعکس کننده افکار و اخبار زمان هستند. حافظ، سعدی و فردوسی زمان را منعکس میکنند. اخبار زمانه. یکی از مزایای بزرگ ادب ایران اینه که بخشی از تاریخ ما رو میگه. تاریخ در مورد شاهان، در مورد جنگ ها، در مورد مسائل سیاسی صحبت میکنه. ادبیات تاریخ اجتماعی ماست و من علاقم به ادبیات از این بُعد هست که میتونه جامعه رو معرفی میکنه، افکار و عقایدی که در زمان شاعران بوده منعکس میکنه. در سرتاسر ایران 17 سلسله سرکار بودن، یعنی از زمان قرن دوم، از سال 200 تا مادامی که حافظ زنده بوده 600 سال است. در عرض این 600 سال 17 سلسله بر مملکت ما حکومت کرد. اگر در نقشه بعدی رو نگاه بکنیم میبینیم هر رنگ یک سلسله رو نشون میده. خواهش میکنم سوال ها رو آخر بکنیم که چون من وقتم محدوده در خدمتتون خواهم بود. میبینیم که در نقشه های مختلف انواع و اقسام حکومت ها وجود داره، ولی هیچ حکومت یک پارچه واحد تحت یک حکومت، تحت یک قانون، تحت یک نقش از وجود خارجی نداره. بنابراین شاعر هم ایرانی رو نمیشناسه که بتونه منعکس بکنه. اگر فردوسی از ایران زیاد سخن گفته دلایل خاصی داره. چرا در زمان سامانیان، غزنویان، سلجوقیان یک امیدواری برای ایران جدید وجود داشت. شاعر این عرق را داشته، این علاقه را داشته که بتونه این امید را در ایران بیشتر و بیشتر بکنه. به همین جهت می‌بینیم در اون دوره ما 6 تا شاهنامه داریم.
که همش راجع به پهلوانی، راجع به گذشته، راجع به افتخار ایران صحبت میکنه. ولی وقتی میگم در دوره حافظ از این خبرها نیست. حتی اشعار عاشقانه ما هم فقط از محرومیت صحبت میکنه، از دوری صحبت میکنه. هیچ توفیقی در این اشعار دیده نمیشه که یه عاشق به معشوق برسه. چرا؟ برای که زمان مناسب برای این نیست. اونچنان ایران تو سری خورده است، اونچنان ایران شکست خورده است، اونچنان فقر و بدبختی در ایران حاکم هست که دیگه شادی ها، عشق، امید، همه اینا از بین رفته است. تا اعراب بودن که دفعه قبل که در خدمتون بودیم همچنان آقای راد مکررن اشاره کرده که ما چه ظلمی بر ما گذشته و چه فشارهایی در مملکت ما جاری بود. بعد از اینکه مغولا اعراب را از کار برکنار کردن، خودشون جانشین اونا شدن که تخریبشون بیشتر از همه بود. هر چه آبادی وجود داشت همه را از بین بردن. بنابراین بسیاری آواره، متفرق، دردآور، در رنج و عذاب هستند. شاعرای این زمان هم منعکس کننده این مشکلات هستند. بنابراین فقر و بدبختی و محرومیت و دوری و گرفتاری رو مرتب منعکس میکنن. ما در این 17 سلسله که در این دوره حکومت کردن یک بار یک شانس داشتیم فقط که ایران بتونیم ایران گذشته رو بسازیم. ولی متاسفانه شاید بگم دو تا، یکیش خیلی کمتره الله انشاءالله. حکومت آلبویه، حکومت آلبویه حکومتی بودی که به بسیاری نقاط ایران تسلط داشتن، از نظر نظامی پیروز بودن و بخش عمده از ایران به استثنای شمال که در اختیار سامانیان بود بقیه را تصرف کردن. حتی بغداد مرکز خلافت هم در دست آلبویه بود. خلیفه عباسی را از کار برکنار کردن آلبویه. ولی به جای اینکه حکومت را در دست ایرانی‌ها قرار بگیرن، اون ذهنیت مغلوبیت فرهنگی که ایرانیان داشتن باعث شد که مشروعیت خودشون از خلفا می‌گرفتن. بنابراین یک خلیفه عرب را جایگزین خلیفه قبلی کرد. و آلبویه اولین سلسله است که مذهب تشیع را در ایران راه انداخت. خیلی از ما در این تصور هستیم که ممکنه که صفویه بنیانگذارشی است، در حالی که چنین نیست. آلبویه اولین سلسله است که مذهب تشیع را در ایران راه انداخت و در بغداد که مرکز خلافت بود مراسم عاشورا برقرار کرد و برای رفتن اهل قبور سلاطین یا سرداران یا پادشاهان آلبویه به زیارت قبور رفتن و از اون در این حال پادشاهان متعاملی بودند. آزادی فکر برای همه وجود داشت، هم برای شیعیان، هم برای سنی ها، هم برای غیر مسلمان ها. از این نظر بسیار آزاد منش بودند. ولی اون چی که از نظر اونها زیاد مهم نبود، ایران و ایرانیت بود. حتی زبان درباریش هم زبان عربی بود. بنابراین مشروعیت خودشون از اسلام میگرفتن و حکومتی هم که برقرار کرده بودن همش بر اساس پایگاه های اسلامی بود. بنابراین فرصتی که ما اینجا داشتیم و بسیاری از رهبران مذهبی شیعه که الان معروف هستن و دستوراتشون اجرا میشه و خیلی معتبر هستن، از جمله شیخ مفید، شیخ طوسی، شیخ سید مرتضی، اینا از رهبران درجه اول شیعیان هستن. در زمان حکومت آلبویه اینا به منزل رسول رسیدن و شکوفایی پیدا کردن، کتاب‌هاش منتشر شد. بنابراین فرصت را ما در زمان آلبویه از دست دادیم. در قسمت دوم صفاریان، یعقوب لیست برخلاف آلبویه نسبت زبان عربی حساسیت داشت. حتی یه بار شعری که در عربی براش خونده بودن گفت شعری که من نمیفهمم چرا برای من میخونید، چرا به زبان فارسی صحبت نمیکنید؟ و بسیار متأثر بود از نظر زبان و
ملیت ایرانی و حتی لشکرکشی کرد که بلکه بتونه خلفای خلیفه عباسی رو شکست بده، ولی متاسفانه توفیقی پیدا نکرد و ما اون فرصت هم از دست دادیم. بنابراین کشور ما در زمان، وقتی میرسیم به زمان حافظ، کشور ایران وجود نداره، سلسله‌ای به نام ایران وجود نداره، تاریخی هم در اون زمان به نام ایران وجود نداره، بلکه اقوام مختلف هستن. تنها چیزی که مشترک ما هست زبان اون هست و فرهنگ اون که در نقاط مختلف ایران یکسان عمل می شده و همین باعث یه مقدار پایداری ملیت ما شد. برمیگردیم به زمان حافظ، ببینیم در دوره حافظ کجای کار قرار داره. خوشبختانه این بخش آقای راد همشب خیلی به راحتی، یعنی کار من خیلی راحت کردم. حافظ با 5 تا از این حکام همزمان بود. شیخ ابو اسحاق، این شیخ ابو اسحاق از طریق کلوها و از طریق پهلوانان یا به قول حافظ از طریق رندان به حکومت رسیده بود. در شورش هایی که شده بود رندان از ابو اسحاق، برای اینکه مرد درویش مسلک و بسیار نیک‌نفس بود، به سر کار آورده بودند. اما در این زمان شیراز یک ویژگی خاص داشت، برخلاف بسیاری از شهرهای دیگه شیراز یک استثناء بود. مغول‌ها که به ایران حمله کرده بودند به شیراز یا به فارس حمله نکردند. دلیلش هم این نبود که آدم‌های دلرحمی بودند یا رحم کردند یا نخواستند حمله کنند و قتل عام کنند. دلیلش این بود که اتابکان فارس که در اونجا حکومت در دست داشتند آدم‌های سیاستمداری بودند و حاضر شدند باج کلانی به مغول‌ها بدن و این باج باعث شد که مغولان حمله نکنند. در یکی از این تاریخ‌ها می‌خوندم باجی که می‌دادند سالیانه 1000 تومان مغولی بود. هر تومان مغولی 1000 سکه است. بنابراین 1000 در 1000 1,000,000 سکه در سال باج میدادن. خب مغول ها بسیار خوشحال از اینکه پول کلانی دستشون میومد، چرا برن قتل غارت کنن، اینقدر پول به دستشون. پس بنابراین شیراز در اون زمان یکی از آبادترین شهر و ثروتمندترین شهر و با دارای آدم های بسیار متولد و پولدار و توانمند بوده. به همین جهت این خاصیت که در شیراز وجود داشت وسوسه ای بود برای دیگر حکام که بتونن به این شهر تسلط پیدا کنن، از جمله امیر مبارزالدین. ایشون حاکم یزد بودن ولی به طمع این ثروتی که در شیراز وجود داشت لشکرکشی کرد و شیخ ابو اسحاق رو شکست داد. ببخشید من دور داریم، معذرت میخوام، اگر بخوام دوستانم پرسش بکنم میدونن که ما 8.5 بار ایجاد در یه 5 دقیقه شما وقت دارین، بعد بخوام جواب بدم. بنابراین میخوام برسم به حافظ. در اینجا در با این شرایط، با این گرفتاری، با این مکافاتی که در ایران حاکم بود، شما وقتی درد زیاد داریم دنبال مسکن میگردیم دیگه، یعنی تنها راه اینه که شما یه مسکن داشته باشید بدین درد را کم بکنید. مسکنی که در اون زمان وجود داشت و خیلی ازش استفاده کردن تصوف. تصوف یعنی کنار گذاشتن زندگی، کنار گذاشتن اون چیزی که شما صاحبش هستید. تعریف من فقط یه تعریف، دو تا تعریف هست بدم بعد مجبورم که بنام فرمایششون به ته خط برسم. و رهبران تصوف هست چی نمیگه؟ ترک و تکلیف، یعنی وظایف و تکلیف تو ترک کن، رنج و سختی رو بر خود هموار کن. شیخ ابوالحسن خرقانی میگه صوفی تنیست مرده، دلیست نمرده، جانیست سوخته. خب اگر شما بخواید به این مقام برسید باید چیکار کنی؟ از چه راهی میتونی به این مقام برسید؟ تنها پناه بردن به خدا، یعنی تنها چیزی رو که میتونی انتخاب بکنی و باید انتخاب بکنی که به این درجه از
برسی خدا هست و خدا هم از طریق رهبران صوفیه میتونه شما رو چکار کنه؟ انتخاب کنه. باز تعریف دیگه از صوفی وجود داره: آنچه در سر دارد بنهد، آنچه در کف دارد بدهد و آنچه بر او آید نجهد. یعنی افکار دنیایی رو باید کنار بذاره، ثروت و دارایی، مقام و منزلتش رو چشم پوشی بکنه و هرچه رنج و درد و غم بهش وارد شد با اون جهد و مبارزه نکنه، دفاع نکنه از خودش. بهترین حالتی که من میتونم بگم معرف یک صوفی هست، مجنون هست. اگر خاطرتون باشه آقای راد، ما جلسات متعددی راجع به مجنون داشتیم که آواره بود به بیرون، در یک خانواده خیلی مرفه ثروتمند بود ولی همه اینا رو از دست داده بود و به بیابون پناه برده بود و دل به لیلی بسته بود، نه بر خاطر خود لیلی، چون موقعی هم که دسترسی داشت میخواست به لیلی برسه نزدیک نمیشد، چون لیلی را فقط تجلی نور خدا میدید. برای رسیدن به خدا به عاشق لیلی شده بود. بنابراین مجنون فقط شکل اساسی و اولیه تصوف هست که به نظر بهترین حالت رو میتونه منعکس بکنه. بنابراین در دوره حافظ تصوف در ایران وسعت عظیمی داشت، گسترش فراوانی پیدا کرده بود، چون یه مسکن بود برای دردهای موجود ملی، برای دردهایی که مردم میکشیدن و راهی برای چاره نداشتن. حالا خیلی ها، بعضی ها میگن حافظ عارف صوفی هست، بعضی ها میگن نیست. کسانی که میگن حافظ عارف نیست، صوفی نیست، برای اینکه مخالف صوفی ها بسیار شعر گفته. اما من معتقدم که حافظ نه با صوفیگری بلکه با ابزار صوفیگری، با تظاهر به صوفیگری، با خانقاه ها که تشکیلات بود، ترتیبات بود، مقام داشتن، پله داشتن. برای صوفیگری شما باید مقامات هفتگانه را طی می‌کردید تا برسی به صوفیگری. حافظ با اینها مخالف. بنابراین حافظ بر اصل که همون پناه بردن به خدا است، اعتقاد به خدا بود، همه چیز را از خدا خواستم، برای حافظ اصل هست، بقیه هست. حتی مثلا برای اون شعر معروفش که برای خانه کعبه میخونه، خطاب به همه میگه که شما دنبال خانه هستید، یعنی شما میرین به سراغ ساختمون، در حالی که من دنبال صاحبخونه هستم. تکیه بر اصل حافظ داشته و با فرعیات صوفیگری مخالف بوده. برای همین پیر مغان را در میکده پیدا میکرد، دنبالش بوده، به جای پیر طریقت دنبال پیر میکده بوده، دنبال کسانی بوده که خلوص نیت داشتن، سادگی داشتن، ریا و تزویر نداشتن و همین جهت با تظاهرات صوفیگری کاملا مخالف، ولی خود یک عارف و عادل و به قول یکی از عزیزان حافظ شناس یک عارف رند بوده و بس در این باره بسیار زیاده که فرصت ما کم هست. بنابراین من تشکر میکنم از حوصلتون. بیشتر قصدم این بود که بگیم اگر میخوایم از حافظ لذت خوب ببریم و به عمق معانیش پی ببریم، یک مقدار باید این لغات و کلمات، مثلا من دیشب هم در خدمت بعضی از دوستان بودم اشاره کردم به که وقتی میگیم می، باده، می و شراب، سه مرحله از عشق هست در صوفیگری: باده عشق اولیه، می عشق ثانویه و شراب عشق نهایی است که فقط در محضر خدا قابل استفاده است. بنابراین این اصطلاحات رو اگر ما بدونیم وقتی شعرهای حافظ رو میخونیم، میتونیم هم استفاده ببریم هم لذت بیشتری ببریم. ممنونم از حوصلت. دوستان پرسش‌هایی داشتن در این صحبت؟ خب
صحبتی نیست. من فقط من خودم حالا یک پرسشی از حضورتون بپرسم. این که اول که شما به نظر من دو تا مسئله رو تو موازی داره مطرح میکنن که برای من سوال برانگیزه، و او اینه که یکیش اینه که شما از یه طرف نشون میدین که تصوف یا تسکینی بر آلام ایرانیان و مردم، و ما مثلا برای کاستن از درد و رنجمون به سمت تصوف میریم. خب این یه فرایند اجتماعیه، یعنی یه فرایندی که نفعی توشه، یه سودی توشه. از طرف دیگه کلمات حافظ رو جوری معنی میکنیم که اینا انگار که به درد این دنیا نمیخوره، یعنی یه کلماتیست که توش یه معنویتیه، مثلا شراب رو یه مراحلی میدونه، یه رمزی پشتش هست که از یک دنیای دیگری حرف میزنه. انسانی که بخواد از درد و رنجش بکاهه اتفاقا سریع حرف میزنه، مثل همون کلام صوفیانه، همون شیوهی که توی تکلم صوفیانه. شما وقتی که از ابو سعید ابوالخیر میخونین ما چقدر راحت میفهمیم چی میگه، وقتی که ابوالحسن خرقانی میخونین میفهمیم قشنگ داره چی میگه. همین که حافظ سخن رو در لفافه میبره اتفاقا به نظر من از آرمان تصوف جدا میشه و نشون میده که پیچیدگی های زندگی بیشتر از اون چیزی هست که تصوف میگه. این نمیتونه راهکاری باشه که صوفیان داشتن. فرصت کم بود، من خیلی از این مطالب داشتم که خدمت دوستان بگم. وقت صوفیگری در مثل هر مرحله یا هر مرام دیگه وقتی شروع میشه، ایده ها و ایدئال های خوبی داره مطرح میشه، ولی به تدریج که وارد عمل میشه حشو زوائدی بهش انقدر اضافه میشه که اون اصل واقعا درش گم میشه. به همین جهت صوفیگری در ابتدا که شروع شد به همین سادگی هایی که بود، و خیلی ها این به عنوان یک مبارزه منفی در مقابل حکومتگران که از صدقه سر ثروتی که از طریق ایران و روم نصیب اعراب شده بود یه بارگاه های سلطنتی را انداخته بودن، و این صوفیگری یه مبارزه منفی در مقابل این حکام به کار برده می شد. ولی به تدریج که فقر و بدبختی زیاد شد و این حکام، به خصوص حکام مغول، خانقاه ها را توسعه دادن، به مردم غذا میدادن، لباس میدادن، سرپناه میدادن، باعث شد که مشتری عوام جذب بشه. به جای اینکه خواص وارد این جریان ها بشه، عوام وارد این شدن، و تعداد کسانی که درویش بودن یا ادعای صوفیگری میکردن که به همون ظاهر قضیه میپرداختن بسیار گسترده شدن. و این بیشتر اصلا در این رابطه. یه نکته دیگه هم در مورد بسطاق عدم وجود و حضور ایران در صبح و فرمایش شما یه جوری بود به نظر میرسید مثلا مثلی که اون موقع مثلا ایتالیایی ها میدونستن ایتالیا هست، یا مثلا فرانسوی ها میدونستن فرانسه هست، انگلیس ها میدونستن که انگلیس هست، ما نمیدونستیم که ایرانی هست. خب واقعا در اون دوره چقدر واقعا مفهوم دولت ملت و مفهوم کشور اصلا در همه جای دنیا بود؟ خب اینا ما یه سری تمدن کهن داشتیم، مثلا مصر، مثلا یونان، مثلا هند، مثل چین، مثل ایران. خب اینها به دلیل سابقه طولانیشون یه ذهنیتی از این مفاهیم همیشه وجود داشته. مثلا خود حافظ هم یه جا میگه که تازه کن آیین دین زرتشتی، کنون که اینو میخوام بخونم، میگه چون لاله، میگه با باده تازه کن آیین دین زرتشتی، کنون که لاله نمیدونم برافروخت آتش نمرود، همین چیزه، کنون که باده برافروخت آتش نمرود. یعنی از آیین دین زرتشتی و تازه کردن آیین های کهن حافظ سخن میگه. یعنی مفهوم وطن تا دوره قاجاری اصلا وجود نداشت، نه در ایران، در هیچ جای دنیا وجود نداشته. مثلا عربستانی ها میگه فکر میکردن عربستانی هم، یا مثلا فرض کنید عراقی ها می فکر میکردن عراقی هم. اینا میگه هیچ کس فکر نمیکرده کجاییه. یا امپراتوری اسلامی داشتیم با یه سری نقاط فرنگی کهن. ما مثلا در اشعار فردوسی کاملا میبینیم که ایران وجود داره، راجع به ایران صحبت میکنه. حتی در حافظ
در اشعار خودش راجع به وطن خیلی صحبت میکنه، ولی وطنی صحبت میکنه که شیراز هست، راجع به شیراز وطنش صحبت میکنه، نه راجع به ابعاد جغرافیایی که ما در ذهنمون راجع به وطن داریم. بنابراین وطن، ولی در زمان فردوسی یا حتی در اشعار نظامی میبینیم که چقدر به ایران پرداخته و چه شاهان ایرانی را مطرح کرده. بنابراین در فرهنگ و تاریخ ما ایران سابقه داشته و آشنا بوده و موجودیت داشته، ولی به این دلیل که مملکت تکه پاره شده، هر کس در یک بخشی حکومت مخصوص خودش داشت، بنابراین ایران دیگه به تدریج به در سایه قرار گرفته و مد نظر شاعرای ما نبوده. ولی باز هم میبینیم که مولوی اسم ایران رو میدونه و ایران رو در مقابل توران به قرار میده، یعنی به صورت یک کشور بهش نگاه میکنه، نه به صورت یک قوم یا قبیله. بله، طبق معمول امکانش هست من پولام رو یکی بدم عارف بشم فرقی نکنه. من هستم آقا تعدیل بگیرم. طبق معمول از فرمایشات های دورداری برخوردار شدیم. خیلی خوشحال میشم از بقیه دوستان هم مطالبشون رو جمع جور کنم، مثل های دورداری و مثل های ناجی و مثل دیگران، و ارائه کنم. خیلی متشکرم.